چهره‌های موسیقی ایران. برنامه از محمود خوشنام. با همکاری ژاله کاظمی. اگر این روایت هرودوت تاریخ نگار شهره یونان را بپذیریم که ایرانیان باستان در همه آیین‌های مذهبی خود به موسیقی روی می‌آوردند و آن را ضامن شکوه و جذبه‌های آیینی می‌دانستند، و اگر دانسته باشیم که در همه سرزمین‌های جهان در طول تاریخ میان مردم، مذهب و موسیقی کنش‌های متقابل اجتماعی جاری بوده و این مثلث ارتباطی همه جنبه‌ها و زمینه‌های زیستی را عمیقاً زیر تأثیر زندگی‌ساز خود داشته است، شگفتی‌آور نخواهد بود اگر بگوییم که ایران پس از اسلام در نهاد خود موسیقی را همانند عنصری زندگی‌ساز که میتواند وصول به تعالی مذهبی و روحانی را تسهیل کند نگریست است. آنچه رابطه موسیقی و مذهب را مختل میساخته است، نه ذات مذهب که پیرایه های خرافی تنیده بران بوده است. ایرانیان در مبارزه آشکار و پنهان خود با این گونه خرافات بیپایه از سوی به عرفان گرویدند که زیبایی را تجلی مطلق حق می دانست و در موسیقی نیز زیبایی و پاکی می دید، و سوی دیگر با ابتکار و برپایی نمایشات مذهبی با بسیاری از تعصبات متحجرانه به ستیز برخواستند. تعزیه در این میان نمایشی کامل بود و کامل نمی بود اگر موسیقی را در خود نمی پذیرفت. تکیه ها جایی برای رشد و پرورش صدای خوش انسانی شد و رفته رفته سازها را نیز با خود همراه کرد. موسیقی ملی ایران سخت به تعزیه مدیون است، چرا که بسیاری از بزرگانش دست پروردگان آنند. در برنامه امشب چهره‌های موسیقی ایران به یکی از برجسته‌ترین این پرورش یافتگان می‌پردازیم. Thank you.
ابوالحسن اقبال‌آذر به سال 1282 هجری قمری در یکی از روستاهای قزوین چشم به دنیا گشود. پدرش ملا موسی با آنکه از جامعه مذهبی برخاسته و خود نیز به جامعه دینیان در آمده بود، ولی از این راه توشه زندگی بر نمی گرفت و کشاورزی را پیش ساخته بود. ابوالحسن 7 ساله بود که پدر را از دست داد و همراه با خانواده رهسپار قزوین شد. چندی نگذشت که صدای رسا و دلنواز ابوالحسن خردسال اعجاب و تحسین آوازشناسان و آوازخوانان قزوین را برانگیخت. ابوالحسن به محضر حاجی ملا کریم جناب قزوینی، یکی از بزرگان آواز قزوین، راه یافت و به فراگیری شگردهای خوانندگی نشست. همت ملا کریم جناب پس از چندی از کودک خوش صدا، نوجوانی آموخته و آگاه از دستگاه ها و گوشه های ردیف و مسلط بر زیر و بم های آوازخوانی به وجود آورد. آوازه همگیر ابوالحسن نوخاسته او را به تبریز و به دربار محمد علی میرزای ولیعهد کشانید. با مرگ مظفرالدین شاه، ابوالحسن در رکاب محمد علی میرزا به تهران آمد و در تعزیه های تکیه دولت به شبیه خانی پرداخت. در همین ایام محمد علی شاه او را به اقبال السلطان ملقب ساخت. پس از برکناری محمد علی شاه و بازگشت مشروطیت، سردار بزرگ جنبش ستارخان او را به تبریز باز فراخواند. گویی سفرهای پیاپی میان تبریز و تهران بخشی از سرنوشت اقبال السلطان بوده است، چرا که با روی کار آمدن احمد شاه باز به تهران فراخوانده شد و پس از چندی در جرگه خدم و حشم محمد حسن میرزای ولیعهد از نو به تبریز بازگشت. Thank you.
آشنایی با درویش خان و همکاران او چون باقر خان قرامشگر، عبدالله خان دوامی و سید حسین طاهرزاده بی تردید نقطه عطفی را در زندگی هنری اقبال السلطان به وجود آورده است. اقبال در سفر معروف درویش خان و دوستانش به تفلیس از همراهان بود. ارمغان این سفر صفحاتی بود که از ساز و آواز ایرانی به ضبط درآمد و صدای رسا و پرتنین اقبال را نیز در خود داشت. نیمی از این صفحات به تهران رسید، ولی نیمی دیگر و شاید بخش مهمی از آنها به سبب درگیری نخستین جنگ جهانی از میان رفت. اقبال دیگر پس از آن همه سفرهای پیاپی در تبریز ماندنی شد. به کارهای دولتی پرداخت و یک بار نیز به مقام شهرداری تبریز دست یافت. اقبال با آنکه از قلمروی مذهب برخواسته و از شبیه خانی و تعزیه خانی آغاز کرده بود، ولی بدور از تعصبات تند و بیهوده به آواز سنتی شهری و غیر مذهبی نیز می پرداخت. با این همه آوازهای به اصطلاح مجلسی او نیز آشکارا رنگی از شیوه های موسیقی مذهبی دارد. صفحاتی که از آوازهای او به همراهی تار علی اکبر خان شهنازی به جای مانده است، آشکار ساز رنگ و بوی مذهبی شیوه اوست. یا
در آوازهای اقبال‌آذر درست هماهنگ با شیوه تعزیه‌خوانی موسیقی بر شعر غلبه می‌کند. واژه‌ها روشن ادا نمی‌شود و بیش از هر چیز تحریرها و غلط‌های پیاپی و پیچیده است که خودنمایی می‌کند. به گفته شادروان روح الله خالقی، اقبال به ترانه‌ها و قطعات ضربی اقبالی نشان نمی‌داد و در سراسر زندگی هنری خود تنها دو ترانه خوانده است. ترانه معروف چه شورها در مایه شور از عارف قزوینی و ترانه یا بهتر بگوییم سرودی از درویش خان در مایه بیات اصفهان. چه شورها که من به پا زشر ناز می کنم، زشر ناز می کنم. در شکاو یت از جهان به شاه باز می کنم، به شاه باز می کنم. اگر که جان از این سفر بدون و دور دو سر، اگر به سر برم من به شهر خبر برم من، چه پرده های برم من، حبیبم کشان به با رقا شبرم من. هلیلی آی جانم حبیبم داد.
اقبال سلطان مدتها در شبهای ماه رمضان در مسجد سپهسالار مناجات می کرد. صدای پرتنین و تحریرها و غلطهای گونه گونه صوتی او در میان دیگر مناجات کنندگان زمان همتایی نداشت. اقبال در زندگی شخصی و هنری سادگی و بی پیرایگی را برگزیده بود. با ایمان، فروتن و خالی از رشک و حسد بود. به موسیقی پاک ملی دلبستگی بسیار داشت و گاه که موسیقی سنتی را آمیخته به ناپاکی و ناسره می شنود رنج می برد. یک بار نیز کتبن از گردانندگان وقت اداره رادیو خواسته بود که خوانندگان خود را اجبار کند که از آمیزش نابجای موسیقی ملی با عناصر بیگانه اجتناب ورزند. اقبال آذر شاگردان بسیاری را پرورش داد که از آمیان میرزا قلی زلی و ابراهیم بوذری جلوه‌ای افزونتر یافتند و خود به شهرت درخور خویش رسیدند. اقبال برای آخرین بار در سال 1347 در سن 107 سالگی در محفلی که به بزرگداشت او برپا شده بود صدای خود را که به نسبت درازای عمر همچنان می شد رسایش خواند در فضا پراکند. چندی از این مراسم نگذشته بود که اقبال السلطان با عمری در حدود 108 سال دیده از جهان فرو پوشید. شهریار غزلسرای نامدار معاصر از دوستان نزدیک اقبال بود و همو غزلی در توصیف توانایی های استاد سروده و به او اهدا کرده است. به غزل شهریار گوش می سپاریم. گرفت رونق از اقبال کار موسیقی، شکفت از گل رویش بهار موسیقی. نه صوت اوست به گوشم که گیسو افشاند به کوه سار هنر آبشار موسیقی. در این خزان فضیلت هزار دستانی است فکنده قلقله بر شاخسار موسیقی. صفای سینه او جلوه داده آینه وار جمال شاهد لاله عذار موسیقی. به شوق زمزمه چشم سار سینه اوست که لاله بشکفد از لاله زار موسیقی. بس افتخار کنم زین غزل که بسرودم به افتخار تو ای افتخار موسیقی. ضرورت از که روزی بسوزد این Oh, yeah.
به من آی آلی هر دل دزدیدو. همچنان به گلگشت خود در میان بزرگان موسیقی اجرایی ایران ادامه می دهیم و رنگ و بوی گلهای این باغ سرشار و پربار را به مشتاقان هنر ملی ارمغان می سازیم. تنظیم برنامه از منوچهر پوراحمد.